به نام خدا سلام و وقت بخیر. در آستانه یک سالگی حکومت سرپرست امارت اسلامی قرار داریم. چرا بحران سرپرستی پایان نمییابد؟ در یک سال گذشته امارت اسلامی نتوانسته بحران سرپرستی را خاتمه دهد. باور منتقدین این است که اگر امارت اسلامی برای ایجاد یک کابینه متخصص اقدام میکرد، وضعیت اجتماعی، اقتصادی و بشری در افغانستان بدتر نمیشد. اما چرا امارت اسلامی نمیخواهد بحران سرپرستی را پایان دهد؟ آیا وضعیت موجود قناعت امارت اسلامی را فراهم کرده و نیاز برای تأخیر نیست؟ ادامه بحران سرپرستی پیامدش چی میتونه باشه؟ اما این تنها بحران سرپرستی نیست. چالش های دیگر هم امارت اسلامی در ابعاد سیاسی دارد. در تازه ترین مورد، حکومت پاکستان از امارت اسلامی خواسته که به گونه علنی از پاکستان انتقاد نکنند. در گزارشی که در رسانه ها منتشر شده، سه مقام رسمی پاکستان هشدار دادند که اسلام آباد توقع این گونه انتقاد رسمی را ندارد. با باور آنها، پاکستان پس از بازگشت به قدرت امارت اسلامی را حمایت کرده است. اما چه چیز پاکستان را تا این حد خشمگین ساخته که هشدار از عدم انتقاد می‌دهد؟ پیامد تیره شدن رابطه امارت اسلامی با پاکستان چه خواهد بود؟ و در نهایت امارت اسلامی با وضع موجود و بحران سرپرستی می‌تواند کشور را اداره کند؟ روی این موارد در این برنامه آخر خط بیشتر بحث خواهیم کرد. مهمانان من در این برنامه آقای قاضی نجیب الله جامع، آگاه مسائل سیاسی، آقای عبدالجبار اکبری، فعال سیاسی، و همچنان آقای مهدی افضلی، استاد دانشگاه از پاکستان تا لحظات دیگر با ما خواهند پیوست. مهمانان، شما را خوش آمدید میگم. آقای جامع، امارت اسلامی نمیخواهد روز چهارشنبه پیش رو یک سال از حکومت سرپرست امارت اسلامی میگذرد. نمیخواهد بحران سرپرستی را پایان بده یا وضعیت موجود قابل قناعت است؟ من سلامانه تاسته و دی بست درانه گرنروال تا و دی تلویزون کدرمون ولیدون کده بست داده چی ریخته هم دی سرپرست حکومت بست باید یو ترپشی و پا دی برخی باید لازم گامون اخسل شوی باید. ولی افغانستان شاید که تاسو کله د اګست له دیرسمه وروسته یا په کابل کې اصل له تلویزیون چې کله اسلامي مرث بیا واک منسو ګرم داسې بحثونه رامنځته شو چې د افغانانو د توقع یا د حکومت د وړاندوینې په خلاف باندې حتی د سیمې د نړۍ د هېوادونو په خلاف باندې چې د افغانستان د رسمیت مسله د افغانستان اقتصادي تحریمونه په افغانستان باندې د امریکا د بندیزونو او فشارونو ډیپلوماسۍ په سیمه او د افغانستان په محور باندې امریکا د بې ثباتۍ سیاست او پلوه کې د افغانستان اقتصادي وضعیت هغه لور ته ولاړ چې موږ فکر کوو چې دوه له وکړي وروسته به په دغه برخه کې نه یوازې امریکا د خپل شل کلن هغه څه چې دلې کړي وو د هغوی جبران برخه به اقتصادي مرستې وکړي. نړۍ به د افغانستان بیا رغونې ته بېرته راودانګي. د سیمې او نړۍ هېوادونه باید د افغانستان سره مشروع اړیکې لرلې وای، ځکه چې رسمي اړیکې د افغانستان حق ده او د دوی مسؤلیت ده چې د نړیوال نظم د غړو په توګه باندې له افغانستان سره په ګڼو بحثونو کې عقلاني او د دوی د ګټو د سیمې او د نړۍ د ثبات او زموږ د مفاداتو پاس باندې تعامل کړی وای. نو زه په دې باور یم چې د حکومت د سرپرست کابینې پای به حتما موږ وینو. دا کابینه به پاتې رسېږي او د اساسي قانون په اساس باندې به د لویې جرګې په اساس باندې به چیزی که بسیار مهم است. آقای جامع، امارت اسلامی از جهان بارها میخواهد که باید گام برداره جهان بر رسمیت شناختن امارت اسلامی، ولی اساسا یک سلسله موارد مثل همی بحث حکومت سرپرست هرچند چالش در درون وجود داشته، بسی است که در درون وقت ساختار تشکیل شوه و این خودش یک برگ برنده است بر رسمیت شناختن در سطح جهانی. چرا یک سال هم فرصت کمی نیست اقدام نشد؟ زه په دې باور یم چې هر هغه بحث چې د نظام د قوت لپاره مهم وي، هر هغه بحث چې زموږ مشروعیت پراخولی سي، هر هغه بحث چې هغه نړۍ سره د تعامل او مثبت سازش چارې او شرط مسایدولی سي، په دې برخه کې دا د مسؤلینو او د حکومت فرض ده چې د ځان په خیر، د حکومت دوام او د افغانستان د ملت په خیر باندې دا ګام پورته کړي. زموږ او د نړۍ مسؤلیتونه واضح دي. نړۍ مسؤلیت لري چې د افغانستان سره په هغه ډول چې د بشري برخو کې اندېښنې دي یا داسې فکر کوي چې تر 90% زیات افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، یا د افغانستان مالي شتمني او دوی ګنګل کړې ده، یا د افغانستان د رسمیت په مورد باندې چې دا عملا په اقتصاد باندې او په تجارت باندې تاثیر لري، یا د ملت په اقتصادي شکوفایي باندې. په دې برخه کې دوی کارخانګي واضح ده. د دې تر څنګ دوی کارخانګي یا کورنۍ دنده په سیمه او نړۍ کې د افغانستان له ثبات څخه مهمه ده. همدې تر څنګ اسلامي امارت د حکومت په ډول باندې چې هم دا مسؤلیت لري چې په هغه برخو کې چې لازم ده ګامونه واخلي. ولې امانی صاحب، دغه صاحب چې مهم بحث دا ده چې
په دغه برخه اسلامي مرتي یو شمه مهم مسؤلیتونه تر سره کړي، لکه دا چې نامنه ختمه کړي ده، د کودت جزري ختمه کړي ده، د یو سالم اقتصاد په لور باندې قسم تر زیاتو تحریمونو او بنزونو لاندې دي، او د افغانستان د اسلامي د اوسني حکومت د اقتصاد محور بهرنی سیاست د دکتورونو پر خلاف باندې چې نړۍ غواړي دا سیاست انزوا ته وکړي، افغانستان له انزوا څخه ساتلی ده. د افغانستان جغرافیه د دوهې د هوکړې پاس باندې د هیڅ هیواد او د سیمې د ګټو په خلاف نه ده کړلې. د دې تر څنګ افغانستان د یو په دفاعي برخه کې په امنیتي برخه کې د امنیتي ځواکونو خاوند ده. موږ په دې باور یو چې موږ به د یو داسې نظام لور ته ځو چې به کومه قانونمندۍ لازیاته وي، د قدرت د ویش بس به تعریف شوی وي، د اجرایه قوې به مشخصه وي، د ګوندونو مسله به پکې حل وي، د دې تر څنګ له بیان ازادۍ څخه چې څنګه چې اوس ملاتړ شوی دا به لاغښتل شوی، او ټول هغه بحثونه چې د یو مدون حقوقي نظام د یو مدون او تعریف شوي سیاسي نظام د یو با قدرته ملي اقتدار لپاره ضرور دي اړین ده. موږ په دغه لور ځو، او زه په دې برخه کې اندېښنه نه لرم، ولې مهم ګامونه عمارت هم اخیستي دي. دا که د اقتصاد برخه کې وو، دا که د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونو د رغونې برخه کې وو، دا که د ملي اعتماد برخه کې وو، دا که د قدرت د تعریف په برخه کې وو، دا که له نړۍ او سیمې سره د افغانستان له دریځه د کابل د اقتدار له تریبیون څخه د سازش د مصلحت نړیوالو ګټو د نړیوالو اصول او سازمانو سره د افغانستان د ګټو د تعریف په برخه کې. مشکل دا ده چې افغانی صاحب چې نړۍ او سیمه خپلې ګټې او خپل فرضیات لري، امریکا د افغانستان په دریځ باندې ستراتیژیک اهداف لري، چین او روسان خپل جیوپالیټیکي ګټې لري، د اوکراین مسله چې همدا اوس امریکا هڅه کوي چې تایوان هم چین هم د روسیې په دریځ کې راښکل کړي، دا خپل بحثونه لري. همدا اوس چې د امریکا نظم، امریکایي نړیوال نظم چې فرانسیس فوکومایا دا د ډیموکراسۍ وروستی بهیر بلل، دا نړۍ کې له چین سره مخ ده. ایران او د امریکا تعهدات د بلجام په مسله کې بیل درس کړي، امریکایي او اسرائیلي تایری په منځني ختیځ کې د امریکایي بيدو فینزو سپورټوي نو بنا زمګ د سیمې په تناسب باندې ګڼ تعهلات روان دي. افغانستان دغه تعهلات په منځ کې یو تحول راغی، او دغه تحول سره غرب او غربي سیاسي روایتونه د غرب نړیوال نظم جدي مشکل لري. نو زه به وایم چې نه یوازې سرفلست کابینې عمر به ژر پاتې رسیږي، بلکې موږ به د حکومت په ټولو بحثونو کې یو داسې عقلاني تعریف ته رسیږو چې نړۍ له موږ سره زموږ د ګټو پاسه سازش وکوي، او د نړۍ که اندېښنې لري هغه که معقول وي هغه به حل کړي. په افغانستان کې به د قدرت د تعریف مسله او ټول هغه بحثونه چې هغه په افغانستان کې امنیت رامنځته کوي، ثبات رامنځته کوي، افغانان د یو باثباته او ډاډمنې راتلونکي په لور باندې بیایي، انشاءالله په دې لور به ځو. ممنونتون. میم به شما آقای مهدی افضلی، استاد دانشگاه از ایران با مزدت از پاکستان با ما وصل شدن. آقای افضلی، چرا فکر میکنین که امارت اسلامی با بحران سرپرستی در کابینه خودش در یک سال گذشته پایان نداده؟ تماس ما با آقای افضلی قطع شد. آقای اکبری، چرا فکر میکنین که امارت اسلامی و بحران سرپرستی در یک سال گذشته در کابینه خودش پایان نداد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عدالت و آزادی. با سلام و درود خدمت شما جناب منصور صاحب، خدمت مهمانان شریک در بس، خدمت همه مردم شریف، سربلند و آزادی افغانستان. ما فکر میکنم که امارت اسلامی اگر تلاش میکرد در جریان یک سال که به حکومت سرپرستی نقطه پایان میداد، این نقطه قوت بود به امارت اسلامی، و این میتونست در چند کار مهم امارت اسلامی را کمک میکرد. اول در بحث به رسمیت شناختن امارت اسلامی، موضوع بعدی در بحثی که مردم امارت اسلامی را استقبال میکردند، بابتی که وقتی که ما از حالت سرپرست عبور میکنیم یک حکومتی را شکل میدیم که حکومت با صلابت میباشه و پایه های او حکومت داری با خود میداشته باشه که تبنده او رضایت مردم میباشه، قناعت مردم میباشه، یا بحث انتخابات میباشه، یا بحث لوجرگه میباشه، یا بعضی مواردی که میتونه حکومت از حالت سرپرست بکشه و بره به طرف حکومت مشروع و حکومت انتخابی. بحث دومی که چند کار مهم از صلاحیت‌های حکومت بود که حکومت امارت اسلامی در طول یک سال پسین او را انجام میداد، که چند کارش انجام داده است، همانا بحث تامین امنیت است، بحث پویا ساختن اقتصاد افغانستان. شما دیدین که پس از تحولات پسین، پس از اینکه جمهوریت سقوط کرد، امارت اسلامی وقتی که به جغرافی افغانستان تسلط حاصل کرد، شما دیدین که اقتصاد افغانستان ورشکست شد و همان کارگزاران سیاسی اقتصادی که در درون افغانستان بودند، بنا به دلایل تکنیکی یا دلایلی که نزد خودشان بود یا مشکلات امنیتی یا به دلایل مختلف افغانستان را ترک کردن، سرانجام رسوپار بیرون شدن. و موضوع بعدی تعامل با جهان بود. تا زمانی که ما درب تعامل با جهان باز نکنیم، زبان دیپلماتیک، زبان تحمل، زبان تعامل با دنیا باز نکنیم،
طبعا در قسمت عبور ما از این موضوع ای غیر ممکن است که ما بتونیم به حکومت سرپرستی نقطه پایان بدیم و ما بحث مشروعیت داخلی را کسب کنیم و بتونیم باز بحث وقتی که بحث مشروعیت داخلی تمام شد بتونیم مشروعیت بین المللی را از آن خود بسازیم. از آن جایی که جهان فعلا نظاره داره امارت اسلامی را، شما میدانید که جهان حیثیت یک دهکده کوچک است. امروز اگر یک اتفاق کوچک به کابل یا سایر ولایات افغانستان میشه، دنیا او را نظاره میکنه، میبینه و عملکرد امارت اسلامی را دنیا داره تماشا میکنه که آیا واقعا امارت اسلامی میخواهد که نقشه خود تغییر بده، آیا امارت اسلامی میخواهد که یک بستر سازی کنه به خاطر تداوم یک حکومت مقتدر، یک حکومتی که در او توده ها، صنف های سیاسی، نخبگان، جامعه اکادمیک، سایر افراد و اشخاص که فعلا در افغانستان حضور دارند، آیا واقعا خود در بدن حکومت میتونه ببینه که حکومت فراگیر رفتن است؟ خب بحث فراگیر سر جایش است. هدف از این که یعنی یک حکومت مردم محور، ما بحث فراگیر سر جایش، بحث فراگیرمون نسخه بود که از طرف جامعه جهانی یا از طرف غرب پیشنهاد شد که تا شما دیدین که در 20 سال پسین نتیجه نداد و یک بی نتیجه بود. ولی بحث حکومتی که دو مردم محور باشه، همه مردم خود ببینه و این خودش میتونست نقطه قوت می بود، حداقل امارت اسلامی هم میتونست وا بداره که بتونه یک ساختاری را شکل بده، یا از طریق لوی جرگه و یا هم بحث انتخابات و یا هم بحثی که حداقل از زمین حالت سرپرست. شما ببینین که در جریان یک سال همون افراد و اشخاصی که بودن همون افراد و اشخاص هستند، هیچ تغییر یا تبدیلی در سطوح رهبری نامده است. از آنجایی که چند روز قبل فکر میکنم وزارت زراعت یا بعض سکتورها یک تغییرات اندکی آمد، ولی مردم انتظار داره که ما در دستگاه های امنیتی، در دستگاه های استخباراتی، در دستگاه های سیاسی، در امیال ببینن که سیاست خارجی افغانستان متاسفانه اندک منزوی شده است. درست است مثلا آقای متقی یک شخص فعال است، یک شخص کارکشته است که برنمایندگی از سیاست خارجی افغانستان در اجلاس های بیرونی اشتراک کرد، حداقل به جهان ثابت ساخت که ما هستیم. و من فکر میکنم که هر قدر تلاش به این شبه که ما کارگزاران کارکشته، افراد و اشخاص متخصص، متجرب، کسایی که واقعا بتونه قناعت مردم فراهم کنه، حداقل حکومت بتونه از زمین چرایی مسئله سوال است آقای اکبری، چرا نرفته به طرف همین مسائلی که شما اشاره کردین؟ آقای جامعه مسائل را اشاره کردن، نگرانی ها را که خوب بخوایی نخوایی به یک بارگی قدرت به دست امارت اسلامی رسید و وقتگیر است که اصلاحات کلان باید انجام شود و حکومت شکل بگیره. دیروز انتقاد بسیار کلانی که از سوی جامعه جهانی مخصوصا از طرف سازمان ملل مطرح بود، بحث شکل گیری قانون اساسی بود که هنوز امارت اسلامی بری باور است که خب قانون اعلی جا است، دیگر نیاز به قانون اساسی نیست. خب من فکر میکنم که امارت اسلامی به باور خودشان، اون که بارها اظهار کردند که حکومت ما یک سال میشه از عمر حکومت سپری شده است و ما در یک سال به اصطلاح زمانگیر است، این وقتگیر است که ما بتونیم همه چیزه فراهم کنیم یا تسهیل فراهم کنیم یا ای که ما بتونیم قانون اساسی را ایجاد کنیم یا ای که حکومت ها. و ما فکر میکنم که اگر امارت اسلامی کوشش میکرد یک جدول زمان بندی میداشت که به اساس از اون شما امروز ببینید که بحث قانون اساسی یک بحث سرنوشت ساز است. وقتی که برای شهروند قانون اساسی پیشکش شد، شهروند درست است ما نظام ما نظام اسلامی است، قانون ما قانون الهی است، او یک اصل است، چیزی است که در بالا است، ولی زیر مجموعه از این قانونی است که مثلا قانون وضعی است، قانون ساخته شده بشر است، مثلا بعض قانون ترافیک، درست یک قانونی است که ساخته شده است، کسی نمیتونه از قانون ترافیک تخطی کنه، یا بس قانون مالیات است. و ما فکر میکنیم اگر قانون اساسی هم اینجا ساخته میشد که او قانون اساسی در تطابق با مفکوری مردم افغانستان می بود، حداقل یک نقشه راه را نشان میداد و این خودش در قسمت برجسته ساختن حکومت و همچنان در قسمتی که حکومت نزد جهانیان یک مقدار برجسته می ساخت و این خودش باعث ازی میشد که دنیا آماده شود امارت اسلامی را به رسمیت بشناسه. و ما فکر میکنیم اگر این موضوعات در اولویت کاری می بود، طبعا حالا حداقل یک کشور یا دو کشور آماده می که امارت اسلامی رو به رسمیت بشناسه. امیدوار هستم چنین کار شود تا ما شاید یک حکومت مقتدر با صلابت باشیم که در او آینه تمام نما به همه مردم افغانستان باشه. آقای افضلی، شما چی فکر میکنین که چرا امارت اسلامی در یک سال که گذشته نخواسته به بحران سرپرستی در این حکومت خاتمه ببخشه و زمین سازی بکنه برای ای که بالاخره با ایجاد یک حکومت مقتدر رسمی بره به طرف کسب مشروعیت بیرونی؟ همکاران شریک در بحث، فکر میکنم که چند تا عامل در بحث حکومت سرپرست طالبان نقش کلیدی داشته. بحث اول است که طالب ها از لحظه ای که وارد افغانستان شد آمادگی این چنین وضعیت را پیش بینی نمیکرد که یک وضعیت مواجه شویم
و حکومت یک شبه فرو بپاشه، اشرف غنی فرار بکند، تمام ساختارهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی از بین بره و ما تنها گزینه باشیم که بتانیم ساختار سیاسی را به دست بگیریم. اینها مذاکره کردن، در پشت درهای مذاکره بودن با آمریکا و با رژیمی که سقوط کرد، با اینا مورد به اصطلاح بحث و بررسی قرار دادن موضوعات مختلف را. و یک از آجنداهای موجود در جریانهای معتدل طالبهایی بود که ما بتانیم یک ساختار را در افغانستان تعریف بکنیم که با حد اکثر منافع و در کنارش یک زمانبندی برای قدرت در نظر گرفته بودند که با خروج آمریکایی ها آهسته آهسته تمام بدنه قدرت را تسلیم میشیم و این نیازی به یک زمانبندی، نیازی به یک مدیریت وقت داشت که یک بارگی وقت طالب ها آمد قدرت را به دست گرفت، نمیتونست که به اصطلاح یک ساختار منظم را تعریف بکنه. افراد از هر گوشه ای که آماده بود و هر شخصی که آماده بود به هر پست و پوزیشن قرار گرفت. ای اولین مشکل، مشکل به اصطلاح عجله و با فرار حکومت و فروپاشی حکومت قبلی در ای بحث نقش داشت. بحث دوم هم فکر میکنم که بحث حکومت سرپرستی بر میگرده و تضادهای درون طالبان. طالبها به لحاظ سیاسی و به لحاظ ایدولوژیکی در خیلی از موارد ممکن است با همدیگر منافع مشترک داشته باشد، اما در خیلی از موارد فکر میکنم که امو استراتژی و باورمندی طالب ها، چهره های سیاسی طالب ها نسبت به دولتداری، نسبت به حکومتداری با همدیگر دوچار یک نوع تضاد هست و این رقابت درونی میان طالب ها باعث شده که اینا سکتورها را بین خود تقسیم بکنن. وقتی سکتورها را با همدیگر تقسیم میکنن و این تقسیم حکومت منجر به این شد که حداقل چانه‌زنی روی که ما به صورت منظم چیکار بکنیم، کی در کدام پستخانه باشه، به اساس تقسیمات سیاسی چیکار باید بکنیم. اگرچند اینا نشست های مختلف را در قندار و در پاکستان و جاهای مختلف انجام دادن، ولی در نهایت روی سه سکتور اینا به نهایت متمرکز است. یک سکتور داخله هست، سکتور امنیت ملی و دفاع هست، و در بس سیاست خارجی وزارت امر به معروف. اینا از سکتورهای مهمی هست که در واقع پنج سکتور است که طالب ها روی او بیشترین تمرکز را داره و در نهایت اینمی پنج تا نهاد است که بین دو و سه در واقع جریان سیاسی و نظامی که در دل طالب ها هست که او به اصطلاح شبکه حقانی هست از یک طرف و از طرف دیگه هم ملا برادر و تیم ملا برادر است که با غرب نزدیک است و همینطور ملا یعقوب. اینا چهره های هستند که یا گروپ های هستند که عملا در بین طالب ها بیشترین فعالیت را انجام داده. و سوی دیگه فکر میکنم که یک بحث دیگه انتظاراتی بود که در بین طالب ها وجود داشت. بسیار از چهره های طالب فکر میکرد که ما مبارزه کردیم، ما کار کردیم، ما باید در بدنه قدرت باید باشیم، ما باید حضور داشته باشیم و این مشکل یک از مشکلات بود که تا امروز هم در بین طالب ها وجود داره. شما هر از گاهی میبینین که یک وزیر، یک شخص وزیر میشه، بازو دوباره میای معین میشه، باز میره یک جای رئیس میشه. یک نوع سردرگمی را در بحث تقسیم قدرت بین طالب ها میبینین. بحث چهارم هم فکر میکنم که امو ساختار سنتی و باورمندی اندیوالبازی طالب هاست. طالب ها به لحاظ سیاسی و اداری به ساختار سیاسی باور نداره، به بروکراسی اداری باور نداره. همین ساختارهایی که فعلا هم شما میبینین، اینا یک بخشش در قبل وجود داشت و اینا فکر کرد که فقط می جاها باید پر شوه، آدم ها بیاید در اینجا بشینه و این کرسی ها اشغال شوه توسط آدم ها، ولی عملا به لحاظ سیاسی و به لحاظ منیش و فکر سیاسی طالب ها طرفدار یک سیستم بروکراسی نیست. اما طوری که ما در دوره قبلی از نام شاید بودیم، اینا یک ساختار اندیوالبازی داره، یک ساختار به شدت بسته قبیله‌ای داره که اونمو ساختار بسته قبیله‌ای است که تصمیم میگیره. در خیلی از موارد هم شما وقتی میبینین زبیح‌الله مجاهد تمام ساختارهای سیاسی را برش جواب دارد، تمام مشکلات را در بحث امنیت پرسان کنی جواب میده، در بحث دیگه پرسان کنی جواب میده. شما شاهدی هستین که یک نوع در واقع در عین حال که بروکراسی دارن، اداره از قبل وجود داشته، اینها را اشغال کرده،
ولی به لحاظ عملی اینا نمیتونه پیش بره. اینا در قدم اول به این چیزها باور نداره. در قدم دوم فکر میکنم که در کناری که اینا به این بحث ها باور نداره نمیفهمن. خیلی هایشان ملاهای هسته که در طول از 20 سال در بخش های مختلف از ولایت های دوردست افغانستان ملای مسجد بوده، در قریه ها فعالیت کرده، در جبهات جنگ بوده. اینا اکثرشان با ساختارها ناشناست. دیپلومات های زناب، دیپلومات های ضعیف هستند و چهره هایی که در بیرون از افغانستان هم روان کرده اینا چهره های ضعیف بوده. در داخل افغانستان هم همونطور از ملا حسن آخون شروع تا خیلی از کسانی که آمدن ساختارهای سیاسی و اداری را اشغال کردن، ولی به صورت علمی و به صورت اکادمیک وظایف را نمیفهمه. یک از مشکلات دیگر هم که میخوایم معذرت بخوایم به او اشاره بکنم، بیچاره حکومت سر بسیار کوتاه. یک از مشکلات دیگه هم فکر میکنم مداخلات کشورهای منطقه و بیرون در افغانستان است. بسیار از این چهره ها وابسته به بیرون است. هر کدام در بیرون حامی داره، وابستگی داره و این وابستگی بیرونی منجر به این شده که اینا نتانن یک انسجام داخلی را به دست بیارن. ممنون استاد. آقای جامعی، تضاد درونی در بین طالبان فکر میکنین برجسته است؟ آیا امارت اسلامی به ساختار سیاسی باور نداره و همو اندیوالی به قول آقای افضلی برشان مهم است؟ یا بیرون از امارت اسلامی کس را نمیخواین؟ یک چیز که با عنوان یک بحث مطرح است، مثلا اگر نگاه کنین در رأس کابینه، واقعا هم بیرون از امارت اسلامی کسی نیست و مردم فکر میکنن که البته برای ما جایی وجود نداره که ما حضور داشته باشیم و حتی بحث مداخله بیرونی ها در ساختار حکومت امارت اسلامی. تغییرات تو دولت دی. یو کله ګوندونه یو ګوند بل ګوند ته ځای ورکوي د نظام دننه داخله تغییرات هغه په نظام دننه کې د ګوندونو ترمنځ یا د اپوزیشن او اپوزیشن ترمنځ دا تعریف شوي. یو کله داس تغییرات دي چې هغه نظام انقلاب کېږي، یوازې د غوښتونکو جریان راځي، ټول قدرت نیسي په واک کې، دا بیا بیل تعریف لري. یو ډول دا ده چې درېمه نړۍ ده، هغه کې ماسیا ده، په اسیا کې هم ختیځ ده، په ختیځ کې هم افغان اسلام غونډټولنه ده. دلته د قدرت د ثبات، د قدرت دوام، د قدرت تعریف لپاره بحثونه یوازې په کتابونو کې نه دي لیکل شوي. دلته ځمکني واقعیتونه دي چې کله امریکا په هغه باندې عمل ونه کول، هغه د امریکا یې ماته کړه. دلته یو شمېر واقعیتونه دي چې کله روسانو هغه مد نظر ونه نیول، نو خپله بیا وروسته روسي تیرسنانو په دې باور وکړو چې موږ 15,000 خلکیان یا کمونستان د 4 میلیونه ملایانو اجتماعی که شما میگین که باید مد نظر گرفته شود چی است؟ بس دا چی یعنی د قدرت تغییر بس یا په افغانستان کې د واک د تقسیم بس یا دا شي موږ د ګزار له یوې مرحلې څخه دغه وکړو؟ لا عقلاني اړخه د دولتونو د ګزار د مرحلې له اړخه، د افغانستان د وسایلو او امکاناتو له اړخه، د افغانستان دا چې افغانستان د نړۍ له سختو تحریمونو سره مخ دی، دا چې افغانستان هڅه کوي، غرب دا هڅه کوي چې اوسنی حکومت یو ډول انزوا ته وکاږي، یا د امریکا په سیمه او نړۍ کې د بې ثباتۍ سیاستونه په دې هڅه کېږي چې اسلامي عمارت هغه غوښتنو ته چې دوی د جګړې او د سیاست په ډګر کې نه ترلاسه کړي هغوی ته ورسېږو. زه یو شمېر دلته بحثونو ته اشاره کوم. د تعامل او تفاهم ژبه، کله چې امریکایي وروستی عسکر د کابل هوایي ډګره وځي، مجاهد صاحب د کابل په هوایي ډګر کې وایي چې موږ له نړۍ سره تپرونه جګړه زموږ مجبوریت و. دا ازادي جګړه وه، د مجبوریت جګړه وه، د ملک د ازادۍ جګړه وه. نن چې هغه دریځ پای ته رسېدلی دی، تکمیل شوی دی، موږ له نړۍ سره د دولت په دولت اړیکې غواړو. دا واضح پیغام وکړو، او دا پیغام بیا د افغانستان حکومت د بهرنیو چارو د بهرني سیاست کې چې اقتصادي او د ثبات دریځونه لري په دې کې واضح کړو. د دې تر څنګ دلته یادونه وشوه چې ملي مشروعیت، ملي مشروعیت دا غرب نه ده، دا افغانستان ده. ملي مشروعیت په افغانستان کې او په شرق کې عموما دین ده، مشروع ملت پالنه ده. مثلا تاسو که روسانو کې غواړئ، په روسیه کې ملي مشروعیت تعقیب کوي، ملي قدرت بحثونه تعقیب کوي، هلته ارتودوکس مذهب ده، کلیسا ده، او د ترکیې د روسانو فوز ده. تاسو که غواړئ په هند کې بحثونه دغه کړئ، هلته به هندویزم وي او هندي ملت پالنه یا ملي ګرای به وي. تاسو که پاکستان کې دا وضع دقیق وکړئ، هلته مشخص پوټنشلونه یا دریځونه وي. نو بیا په افغانستان کې مشروعیت بحث دین ده، افغانیت ته، اسلامیت ته. دا چې بیا د دغه تمثیل لپاره انتخابات، جرګه، دغه لارې چارې، دا بیا دویم ګام ده. یعنی اوسنی حکومت د ملي مشروعیت له اړخه د افغانستان په تاریخ کې شاید په تېر سل کاله کې یو له هغو حکومتونو څخه وي چې کافي مشروعیت لري، ولې دغه قدرت او دغه مشروعیت د تمثیل لپاره انتخابات، جرګه او ګڼ لارې چارې کېدای شي چې هغوی باندې کار وسي. د دې څنګه یادونه اوس اساسي قانون او حزب و بس دا ضرورت ده.
زه تعقید کوم چې موږ په فقہ کې که موږ په مذهب کې که موږ په دین کې دینی مذهبونه لرو موږ په سیاست کې سیاسي مذهبونه ولرو چې دا ګوندونه کې راشي خو دغه ګوندونه چې موږ په نیو مکلونو کې د شرق او د غرب د جګړو لپاره د تضادونو لپاره مسو دا ملي جریانونه نو هغه جریانونه چې د قوم ژبې سم مذهب پس باندې مسو بحث احزاب را منتفی بدانیم نه من و تا وزارت عدلیه مرسلانی بارها گفته که احزاب باید حضور نداشته باشه چې موږ به ډیر زر کې د احزاب و بحث حلو او د احزاب په ټولنه کې مشروعیت پیدا کوي ځکه به احزاب د نظام د قوام او د نظام د قوت لپاره او د ملي مشروعیت د تعقیب لپاره تر ټولو مهم بحث ده. قانون اساسي د نظام د اصولمندۍ او د مشروعیت روح ده. قانون اساسي د انسان د بدن زړه ده او مغز ده. که دا دواړه پلجي او وینه شیرونه کې ولاړ نسي نو بینان یو انسان دوام او بقا نسي راوړی. اساسي قانون د افغانستان بهرنی سیاست، بهرنی اړیکې، بهرنی سیاست د واکمنو وجایب د ولس حقونه د قدرت ویش ټول بحثونه تعریفوي. دا حتمي ده او دې لور ته به موږ ځو. د قدرت د تقسیم بحث په افرادو او ډلو کې په عمارت کې نه ده، نه تنظیم شاهۍ د تنظیمونو حکومت په 1990 کلونو کې په افغانستان کې مهم ده چې د جمعیت او د حزب اسلامي او د پلانکي دونه تنظیمي شاهۍ پاس باندې وي، نه جمهوریت د جمهوریت ګډوډ شاهۍ حاکمه ده چې ډاکټر عبدالله، ډاکټر صدیق غنی، پلانکي جوړه نظار شورا، پلانکي دومره وزیران خو از یک بخش خاص افغانستان فقط بر یک بس دلته بس وو چې اوسنۍ حکومت د اسلامي مارت ترمنځ انحصار ده. ما دا نه دی وو چې په اوسنۍ حکومت کې د ترکمن قوم صاحب بهترین نماینده ده چې نه په جزیه تجاوز برنامه ده. شک نه ده اوس اسلامي مات خو د افغانستان ملت یو غټ کور ده، هغه ګوند نه ده، هغه یو جریان ده. ګوند مشخصا د یوې زمانه برهې پاس باندې د مشخصو خلکو لاړخه په مکتبي بحثونه رامنځته کېږي. یو جریان د ملت غوښتنې، د ملت د عماسو، د ملت د غورځنګونو په رامنځته کېږي. نو بینان جریان تر ګوند ډېر غټ ده او د جریان غوښتنې څه دي؟ جریان ارمانونه چې دي هغه ملیګرا، ملت فاله او د ملت د غوښتنو څخه رامنځته وي. بینان اسلامي مرد دومره جریان ده چې په کافي توګه د افغانستان له هر سیمې څخه مشروعیت لري. ولې دغه مشروعیت باید لا قوي شي، لا پراخ شي، لا وزیران د هر قوم کې راشي، لا سیاسي احزاب او سیاسي جهتونه په دې کې برخه ولري. دا د افغانستان په خیر ده که د افغانستان له هر سیمې څخه که هزاره قومونه دي، که تاجک قوم ده، که د افغانستان ازبک درون او عزتمن قوم ده، د دوی شتون په کابینه کې لا غوښن زه دفاع کوم. د دې ترڅنګ دلته یادونه وشوه چې وایي وزیر ولسوالکي ولسوال دا خو جمهوریت نه ده، یا دا خو ډلواکي او ډلشاهي نه ده چې یو والي به له ولایت څخه لرې سو ولایت هغه ګوند به ټول حکومت ګواکل. دا د افغانستان لپاره د خیر ځای ده چې والي دي ولایت ولسوالي مني، ولسوال دي وزارت مني، او د دې ترمنځ بیا کوم مشکل نه ده. دا د موږ په خیر ده. دا د مدني پرمختللو بالغو عاقلو او پرمختللو ټولنو عادت ده چې وزیر پکې ولسوالکي، ولسوال پکې وزیر کېږي، او عادي عسکر پکې د سیاسي تنوع په اسمان یو حجت رسېږي. دا زموږ خیر ده. مهمي است. ممنون آقای جامعه. دې ترڅنګ یادونه وشوه چې طالبان په حکومت نه پیږي یا په مذاکره او ډیپلوماسي نه پیږي. که طالبان چې په مذاکره او ډیپلوماسي پیدا ایرانیانو شل کال امریکا سره مذاکرات وکړ، ولې یو برجام یې ونه ګټل، ولې شل میلیارد ډالر یې آزاد نه کړو. دغه خلکو امریکا په 13 میاشتې مذاکراتو کې په دوحه کې په دې قانع کړو چې زلمه خلیزات اعتراف وکوي، مکنیزي اعتراف وکوي، میلر اعتراف وکوي چې موږ ته یوازې د وتلو لاره، د نظامي وتلو لاره راکړه، نه په افغانستان کې د انګریزي مداخلو، نه په افغانستان کې په دریم افغان انګلیش جګړه کې او په دویم افغان انګلیش جګړه کې د خپلو مهرو د کینولو، نه د تنظیمي حکومتولۍ په اسمان په پنجشیر یا د افغانستان په بل سیمه یا په افغانستان کې له تنظیمونو او حکومتونو سره د پاکستان، د ایران، د روسانو او د امریکایانو د معاملې چې نه د افغانستان د وخت حکومت، د نجیب الله حکومت په دې معاملو کې دخیل و، نه مجاهدین دخیل و، پاکستانیانو، ایرانیانو، روسانو او امریکایانو د افغانستان په سر باندې معامله وکړه. او حتی درې اعلامیې چې یو د افغانستان حکومت او مجاهدین امضا کړي، دوه اعلامیې ډاکټر نجیب الله او پاکستان امضا کړي، دا ډېر واضح ده. بینان که دا خلک چېرته په بهرني سیاست نه پیدای نو دومره څه به یې ورکول لکه څنګه چې تیر کې ورکړل شوي دي. بینان طالبان چې دي، دا د افغانستان د ټولنیز عقلانیت، د ملي عقلانیت، سیاسي بصیرت او د ولس د تاریخي عقلانیت څخه راوتلي. د دوی مذاکرات په دوحه کې د امریکا د کلونو د امریکا د څو پیړیو سیاسي باس او سیاسي لابیګری و چلنج کړل. د دوی بهترین ډیپلوماسي او لابوي او لابوي امریکایان امریکایان په شپه کې له امریکا یک بحث بسیار کلان است آقای جامعه. میایم د مورد از چه قسم امریکا با چالش کشیده شده که امروز او پیمایش بر سر افغانستان گشت؟ میایم با فرصت. واقعا امارت اسلامی یعنی ساختار حکومتش یک ساختار است که مردم تا حالا خودشان را در او ببینند، یا واقعا شما امارت اسلامی را یک جریان یا یک گروه، همونطور که آقای
جامعه تعریف کردن میپندارین؟ چی میپندارین؟ قبل از اینکه ما بپرسه شما بریم یک موضوع را باید از آن کرد که حکومت های قوی همواره تلاش میکنن که اپوزیسیون بپذیرن و اپوزیسیون میتونه خلاها نقاط ضعف حکومت ها را برملا بسازه و این یک نقطه قوت به حکومت های قوی است. اما حکومت های ضعیف، حکومت های ناتوان تلاش میکنن که در قسمت سرکوبی اپوزیسیون اینا تلاش ببرزن و اپوزیسیون را کنار میزنن. امارت اسلامی پس از روی کار آمدنشان که یک سال از عمر امارت اسلامی میگذرم، امارت اسلامی ما در اوایل هم وقتی که آقای مجاهد امو لیست عریض و طویل خواندن، ما شاهدش بودیم از طریق رسانه یا کنفرانس یا پرس کنفرانس برگزار کردن، ما انتظار داشتیم که در این لیست افراد و اشخاص باشند که اونا در درون افغانستان حضور دارند. در 20 سال پسین اینا نه موره حکومت آقای کرزی بودند، نه موره حکومت آقای غنی بودند، اینا افراد و اشخاص کارکشته بودند که با سندای دکترا و ماستری در کشورهای بیرون رفتن درس خواندن و خواستن که بیان به افغانستان خدمت کنند. ما انتظار داشتیم که از این افراد و اشخاص هم باشه و این انتظار مردم افغانستان بود، نه چند تا مورایی که اونا افغانستان را ترک کردن، به اصطلاح منافع ملی افغانستان را تاراج کردن، منافع ملی افغانستان در معرض خطر، 35 میلیون انسان اینا در حالت بد سیاسی اقتصادی قرار دارند. جدا از اون موضوعات، او سر جایش باشد. موضوع بعدی که وقتی که ما تنوع، وقتی که ما در قسمت تقسیم قدرت تنوع افغانستان سرزمین متنوع از اقوام، اقشار، مذاهب مختلف است، زیبایی یک حکومت، زیبایی یک جامعه با بودن مردمش است. وقتی که مردم حکومت استقبال کرد، وقتی که مردم در کنار حکومت آمد، حکومت روحیه میگیره، حکومت فربه میشه، حکومت در سطح ملی و بین‌المللی پیشتاز میشه، حتی حکومت میتونه که دنیا را چالش بده و این خودش میتونه یک نقطه قوت به امارت اسلامی. من این موضوع را بارها با آقای مجاهد، با سایر سخنگوی امارت اسلامی از همین تریبیون و سایر تریبیون ها گفتیم که اگر شما میخواین که در دل مردم افغانستان جا بگیرین، شما شهروند افغانستان هستین، شما از لحاظ حقوقی شهروند همین افغانستان هستین، بچه های مادران افغانستان هستین، اگر از بدخشان هستین، اگر از شمال افغانستان هستین، اگر از قندهار هستین، از زابل هستین، از خوست هستین یا از جلال آباد هستین، فرزندان این مرزبوم هستین، فرزندان این خطه هستین، از مادران افغان تولد شدین و بعد حس و تندوسی در وجود تک تک شما تداعی باشه و ما نیازی به این نشه که تلاش به این بکنیم که کسایی را ما جا میتیم که اونا در 20 سال قدرت طالبان در بدنه در صف امارت اسلامی بودند یا در جهاد با امارت اسلامی بودند. درست است، اون واسر جایش است، ولی افراد و اشخاصی که امروز در درون افغانستان هستند، امروز در زندان بدون دیوار به سر میبرند، امروز ما جوانای کارکشته داریم، جناب جامعه صاحب، جناب منصور صاحب، جناب استاد بزرگوار، ما امروز افراد و اشخاصی در درون افغانستان داریم به والله قسم که دوچار مرگ تدریجی هستند. چرا امارت اسلامی یک بار از همین متخصصین؟ ما در افغانستان متاسفانه چند چیز نداشتیم، یکی ما رهبرای ملی نداشتیم، رهبرای مردمی نداشتیم که اونا از بطن و از بطن جامعه برخیزن و بتونن که واقعیت‌های عینی جامعه را در داخل و در بیرون از افغانستان اینا پژواک یا انعکاس بدن که مردم افغانستان چی می‌خواد. مردم افغانستان شما دیدین در 20 سال پسین همین مردم افغانستان نبود که بیوه شدن، معلول شدن، معیوب شدن، بینان شدن، بیروزگار شدن، امروز نان بخوردنشون ندارن. امروز وضعیت شهر شما می‌بینید که بچی وضعیت است. امارت اسلامی بس تقسیم قدرت اعتدال، وقتی ببینین یکی از پایه های حکومت داری تقسیم قدرت به شکل مساویان است. وقتی که بحث تقسیم قدرت درست است، امارت اسلامی فداکاری کرد، در 20 سال اینا جهاد کردند علیه اشغال یا هر گروهی که در مقابل از جا بود، این سر جایش است. ولی بحث عدالت یک چیز دیگه است. وقتی که ما تامین عدالت اجتماعی کردیم، عدالت اجتماعی را میگه که همه کس خود باید در بدنه نظام خود ببینند. درست است اینا فداکاری کردند، مثلا وزرا از خودشان بود یا مثلا مینا از خودشان بود، ولی در کنار از این اگر 4 یا 5 تا افراد و اشخاصی که من نمیگم که 20 وزیر باشه مثلا از یک قوم باشه یا 30 وزیر باشه از یک قوم باشه، من میگم 20 وزیر از یک قوم باشه ولی انسانای متخصص باشه، انسانای متجرب باشه، انسانای کارکشته باشه، انسانایی باشه که حکومت و ساختار حکومت بتونه قوی تر بسازه، بتونه یک حکومت خوب، یک حکومت با اقتدار ایر نزد جهانیان معرفی کنه و جهان درک کنه که واقعا امارت اسلامی توان حکومت داری و توان یک ساختاری را داره که او ساختار حتی میتونه که با کشورهای همسایش این مقابله کنه یا بتونه که در قسمت حکومتداری یک الگوی خوب باشه با سایر کشورها. و این کار به اسلام میدونست که امارت اسلامی در طول یک سال این انجام میداد. امروز بحث ای که شما عملا میبینید در شرایط فعلی، امروز میبینید که جهان با امارت اسلامی در تقابل است. شما امروز میدونید که بس بستماندن مکاتب، امارت اسلامی باورش چیست که جهان فشار میاره. خب نه ای که امارت اسلامی نمیخواه ارتباط نداشته باشه. آقای جامعه اشاره کردن که در روزهای اول گفته شد که ما رابطه دولت با دولت را میخواهیم، ولی جهان است که نمیخواهد. خب ببینید، جهان هم شروط خود داشت، امارت اسلامی هم شرطهای خود داشت. در اوایل هم شما دیدین که
ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهایی که در پیوند به قضیه جنگ و صلح افغانستان در 20 سال پسین اینا بودن، اینا همون شرط و شروط خود داشتن و امارت اسلامی از این طرف شرط و شروط خود داشت که شما در قسمت حکومتداری ما دست سنگ اندازی نکنید، بگذارید که ما حکومت همه شمول می سازیم، یک حکومت می سازیم که در تطابق با مفکورای مردم افغانستان باشه. و اون طرف هم شما دیدین که یک تناقض یا یک پارادوکس آشکارا دیده شد. شما دیدین که پولهای افغانستان بلوک شد، مسدود شد و هیچ کشور چراغ سبز به خاطر به رسمیت شناختن امارت اسلامی نشان نداد، در کنارش امارت اسلامی حکومت سرپرست به انزوای سیاسی را بدترین پدیده در یک نظام او است که حکومت بره در انزوای سیاسی، حکومت از لحاظ اقتصادی تکه و پارچه شود، از لحاظ سیاسی حکومت دنیا به رسمیت نشناسه. شما امروز بحث مافیات سفر امارت اسلامی را دیدین که تمدید نشد، این واکنش‌های درونی را با خود داشت، این خودش میتونه یک معضل کلان به امارت اسلامی باشه که در بعد اقتصادی یک ضربه میبینه در بحث پرسش یا اعتماد به اعتبار بین المللی امارت اسلامی. و ما امیدوار هستم که امارت اسلامی تلاش بکنه که در قلب تک تک شهروند افغانستان خود جا بده، هیچ حکومت پایدار نبوده و این لایی که رجوع به مردم بکنه، خواست مردم را بپذیره، خواستهای حقیقی هیچ وقتی خواست مردم افغانستان خلاف شریعت یا خلاف اسلام نبوده است، مردم افغانستان مسلمان است، مردم افغانستان مسلمان میمونه و در آینده مسلمان خواهند بود. امیدوار هستم که امارت اسلامی یک نقشه رای را پیشنهاد کنه که اون نقشه مردم محور باشه و بتونه یک سیاست متنوع، یک سیاست تنازل را پیش بگیره که بتونه قناعت جهان را فراهم بکنه. آقای افضلی، واقعیت های اجتماعی افغانستان چی را ایجاب میکنه در مورد ایجاد یک حکومت همشمول یا حکومت فراگیر؟ هر نام برش میتن، جهانیان همواره به حکومت فراگیر تاکید میکنن، ولی اکثر منتقدین امارت اسلامی در درون به این باور هستن که یک حکومتی که رأی مردم را با خود داشته باشه، یعنی نماینده مردم را باید شکل باید در خود جا داده باشه. واقعیت های اجتماعی افغانستان چی را ایجاب میکنن؟ واقعیت های اجتماعی اولین عنصرش است که مردم افغانستان از دید ما به عنوان یک انسان افغانستانی ملا حیبت الله امیر المومنین نیست. مبنای مشروعیت که اینا از اسلام حرف میزنه، در اسلام خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، خلیفه چهارم و از او به بعد خلفایی که در تاریخ اسلام تکرار شده بر اساس چند مبنا به عنوان خلیفه تعیین شده و او مبنای مشروعیت شد. یک، خلفای دور اول حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، مبنای مشروعیتش اجماست، مبنای مشروعیتش دانش است، مبنای مشروعیتش نزدیکی به رسول الله است. ملا هیبت الله کدام دانش لازم دینی را داره که ای را به عنوان یک چهره با وجهه مذهبی نشان بده؟ دو، از نظر مردم افغانستان مبنای مشروعیت سیاسی قانون اساسی است، مقبولیت است، رضایت است. از دید طالب ها مبنای مشروعیت است که باید عضوی از شبکه طالب ها باشی، یک رهبری را که ندیدی، یک رهبری را که نمیشناسی، یک رهبری که سوادش با اما و اگرهای جدی مواجه، یک طالب ابتدایی مدرسه است، او را به عنوان امیرالمومنین قبول کنی که مردم افغانستان نمیکنه. از دید طالب ها نظام سیاسی مبنای مشروعیت افغانیت، همون رقمی که آقای جامعه میگه، افغانیت است، اسلامیت است. در رنگ و بوی حکومت شما از اسلامیت کرده، افغانیتش بسیار بسیار زیاد است. اسلامیت در هیچ جای به کس اجازه نمیده که شما برین در خانه مردم، خانه های مردم را مورد تجاوز قرار بدین. از زمانی که پیامبر اسلام آمد، از مکه به مدینه، از مدینه به مکه آمد، زمانی که زور داشت، قدرت داشت، گفت خانه‌های همه شما مردم در امن و امان است، حتی به ابو جهل امان نامه داد. و شما تک تک خانه مردم افغانستان را گشتین، در سراسر افغانستان خانه های مردم را پالیدین، با بوت های کثیفتان سرفرش های مردم گشتین، عزت مردم را نادیده گرفتین، خانواده مردم را، ناموس مردم را شما هر از گاهی نادیده گرفتین و مورد تجاوز آشکار حیثیتی مردم افغانستان را قرار دادین که قلب مردم ما از شما به شدت ناراض است. نظام شما به جای از اینکه یک نظام اسلامی باشه، امو رقبی که شما میگین نظام افغانی است. در نظام افغانی شما یک کس بادیگارد یک والی است، یک والی با صلاحیت اندوالی خود سکرتر خود را و دریور خود را ولسوالی یک ولسوالی مقرر میکنه.
شما در یک از ولسوالی های مناطق مرکزی افغانستان یک کشمش فروش را به عنوان ولسوال مقرر کردین که او حتی کلمه خود نمیفهمه. این فرهنگ افغانی شماست. بر اساس فرهنگ افغانی شما فقط دیگرا باید دستور را اجابت کنه. بر اساس فرهنگ افغانی شما دیگرا باید منتظر بشینه که شما چی میگید. فرهنگ افغانی شما بر شما فرصت داد که در طول 20 سال 2 تریلیون دلار کمک های جامعه بین المللی را به هدر بتین، مکاتب را آتش بزنین، پول ها را آتش بزنین، سرک ها را انفجار بتین، انسان ها را انتحاری بسازین. آقای افضلی بین در مورد مشخص صحبت کنیم، در مورد مشخص صحبت کنیم، در مورد واقعیت های اجتماعی که آقای جامعه گفتن در مورد ایجاد کابینه و شکل گیری کابینه مشخص در این مورد صحبت کنیم، نه در مورد آنچه که گذشته. ما در مورد آنچه که امروز صحبت میکنیم، ما با طالب وقتی ما میگیم که شکل گیری کابینه، کابینه زمانی به وجود میاد که نظام به وجود بیاد. یک نظام چه زمان به وجود بیاد؟ زمانی که فکر ملی باشه، زمانی که مبنایش قانون باشه. ما همزمان میبریم یک نظام افغانی خود را با اینی ارزش هایی که ما نام گرفتم او را میبریم با اسلام ربط میدیم. این را که با اسلام ربط دادیم مشکل از این به این میشه که مقدس میشه. افغانیت ما مقدس میشه، کشتن مردم افغانستان قداست پیدا میکنه، مشروعیت میتیم به کشتن خود، مشروعیت میتیم به رفتار خود زمانی که مبنای نظام رو بردیم دینی ساختیم. از نظر ما در قدم اول یک حکومت مشروع زمانی به وجود میه، یک حکومت فراگیر زمانی به وجود میه که در او حکومت فراگیر فکر ملی مبتنی بر قانون و مبتنی بر عقلانیت حاکم باشه. در این شرایطی که طالب هاست اگر ما بگیم که باید تقسیم قدرت صورت بگیره، این بحث نادرسته آقای منصور، این بحث مشکل داره. مشکلش ایست که احساس میشه که مردم افغانستان به دنبال از ایست که یک چوکی بر خود پیدا کنه. ما با طالب ها مشکل چوکی نداریم، چوکی از طالب. ما طالب چند چیز میخواییم؟ شما حکومت سرپرست داشته باشین، همین مال شما، همین میراث شما، ولی چند چیز را باید در نظر بگیرید. بحث اول، اجازه بدین که دخترای مردم مکتب بره، اجازه بدین که کادرای جدید افغانستان آزادانه زندگی بکنه، بسیار کوتاه با مطبوعات فعالیت آزاد بدین. ما بحث ما بحثای زیربنایی است، بحث ما بحث فکری است. ما با طالب ها به لحاظ فکری مشکل داریم، نه به لحاظ تقسیم قدرت. اگر ما با طالب ها به دنبالی باشیم که ما با شما تقسیم قدرت را مشکل داریم، این مشکل تقسیم قدرت مشکل افغانستان را بیشتر می سازه. ما نیازمند یک سلسله ارزش های هستیم که معیار در اونجا قانون باشه، هر کس بازانی کشته نشه، هر کس ما بازانی مورد قتل و کشتار قرار نتیم. ممنون، میایم با شما. آقای جامعه بیاین جدا از بحث کابینه، مسئله دیگر مسئله آن چیست که پاکستان مطرح کرده که با اون با گونه علنی باید از ما انتقاد صورت نگیره. ما بسیار حمایت کردیم امارات اسلامی را در حاکمیت دوبارهش و حتی هشدارگونه این بحث را سر مقام پاکستانی مطرح کرده. پاکستان در بغلی دکترون لرخ افغانستان سیاست به بعد تعریفی گره پلوی که اپ اود محل که لکتن جاپان نوست در امریکا لپاره متحد ده، ولی پلوی که پاکستان او دی پاکستان وجود دی سیمی او دی افغانستان لپاره گواخت. در افغانستان دی ملی دکتورین دی افغانستان تاریخی دکتورین پر دیولار دیشه باید دلوی افغانستان دای فعالش. پاکستان پرون هم دی مجاهدین و دی تنظیم شاهی یا تنظیم واقعی پر محل بند هم دی امریکا و دی دوی دیگر تو او دی شرد او دی غرب تنازاتو که دی وسیلی پر توگه استفاده شویده. اوسم امریکا عملاً د پاکستان له خاورې پاکستان له جالې مصنوعي او کازه پرډکشن څخه او استعماري وجود څخه لکه څنګه چې په جنوب آسیا کې پاکستان دویم اسرائیل د همداسې په عربي نړۍ اسلامي نړۍ کې اسرائیل دویم صهیونیستي حکومت. اما میگن که شما را ببخشید امارت اسلامی را حمایت کردیم. د پاکستان د ورځپاڼو گزارشونه دي غلط ذهنیت ورکولې. همدغه کار خپله د افغانستان د ملي حکومت په خلاف باندې پاکستان د تور او پنجابی دکتر نو هڅه ده چې څنګه کولی شي د افغانستان مشروعیت او دلته د حکومت ثبات وګواښي. د دې څنګ مهم بحثونه دلته اشاره وسو چې زه باید وخت ولرم، لکه څنګه چې دوی په بحث کې مداخله ونه کړه باید وخت راکړسي. یو څوک وایي چې زه مسلمان یم ولې پلار اولاد نه یم، یو څوک وایي چې ما او تا ورونه یو ولې زه پلار مو یو نه ده،
یو څوک وایي چې ما او تا باید ملي فکر ولرو ولې له افغانیت څخه منکر یم. دا عین هغه د منافقینو هغه مذاکرات و چې سلا ته یې په کعبه کې وړاندې کړو چې راځه تم به د کعبه کې لمونځ کوو، موږ به بوتانو ته لمونځ کوو. دا د منافقینو دکتورین دي او دا د منافقینو وحدت ته چې هېڅکله افغان ملت له دغه منافقینو سره یو ځای نه شي راکړی. افغانستان او افغانیت او اسلامیت دا دواړه د افغانستان د تاریخي ثبات بحثونه دي. که څوک افغان نه وي او افغانستان نه وي، افغانستانیان هېڅ وخت د دې خاورې مالکان نه شي ګرځېدلی، ځکه هغه افغان نه نه دي، ستاني دي، یوازې دلته اوسېدونکي دي. نو څوک چې دې ملي هویت څخه لري، هغه هېڅ وخت له ما سره په کابینه کې یا زه له هغو سره هېڅ ارمان نه لرم. زور دې وهي له کولابه، زور دې وهي له کلکتې نه چې دی ګټي، او که دا خاوره باندې هغه څوک چې افغانان دي، البته دا ملت هغه حکومت کوي. افغانانو درې افغان انګلیش جګړې وګټلې، دا د افغانانو افتخار ده، د افغانستانیانو افتخار نه ده، د ټولو افغانانو. افغانانو روسانو ته ماتې ورکړه، دا د افغان په نامه ورکړه، د افغانستاني په نامه باندې له کلکتې، اصفهان، کولاب څخه او له پنځه څخه نه ده ورکړې. د استخباراتو استخباراتي راشنخوارو او بریسان به هر څو نهڅه وکړي، ولې هزاره کوم د دغه پلورل شویو، د دغه بې عقیدې، د دغه رشتل شویو خلکو قوم نه ده، او دا هېڅ څوک یې نه د مذهب په نامه، نه د قوم په نامه، د ولس ټکداران تاجکان تر ډېر ستر دي چې څوک په دوی باندې دوکانداري وکړي. ازبکان د افغانستان د قوت سمبولونه دي، افغانستانیان د افغانستان د قوت سمبولونه نه دي. دلته ویل چې افغاني ارزښتونه او اسلامي ارزښتونه، افغاني ارزښتونه او افغاني ګټې او ملي ګټې دواړه یو دي. تاسو د افغانیت کوم اصل د اسلامیت په خلاف بللی شئ؟ کوم اصل د افغانستان په خلاف؟ ولې قومي ذهنیتونه، ولې مسموم او مریض ذهنیتونه، ولې مزر ذهنیتونه، ولې کرایي ذهنیتونه؟ هغوی چې په جمهوریت کې په کابل کې هویت د افغانستان واحد هویت افغانیت نه منل، هغوی به حتماً له پردیو څخه همدغه ډول زهرجن د افغانستان په خلاف باندې فکر لري. دغه خلک چې طالب یې ومني، زه په کابینه کې نه منم. څوک چې په افغانستان په اسلامیت او افغانیت باور نه لري، زه ټوپک پسې راخلمه او تر هغه باداره وزغلومه چې دی یې دلته د خپلو جواسیسو لپاره لیږلی. چا چې له هندي شرکیب کمپنۍ نه دلته کشمیران رالیږل، او په پشاورو کې په شیرخور کې په دغه څور ته وایي په کابل کې مشتول، هغوی تر کلکتې وزغلېدل. چا چې افغانستان تجه کوو، هغه خوبونه یې ګورته یو. چا چې د افغانستان د واخان څنډه وهله، هغه به دغه موږ باندې سرونه پوري همدغه ګور به که پنجاپی ده، که بل څوک ده، که روسی ده، که چینایی ده، که امریکایی ده، او که دوی تر شا ته ناست دوی باداران دي، دا به ګور ته وړي. بینان افغانیت او اسلامیت دواړه د یوې سکې دوه مخه دي. که چېرته دلته اسلامیت نه وه راغلی، د افغانیت رنګ دومره اسلامي ده چې لا هم به دلته اسلام وای، لا هم به موږ د رسول الله په مذهب وای، او په نړۍ کې یا زونی قوم، یوازنی ملت چې د رسول الله په سنتو، د رسول الله په سیاست، د رسول الله په لارو چارو روان، دغه افغانان نه، د مکې وهابي پلور شوي، د اسلام په صورت هلته د رقص خانې خلاصونکي. نو بیران افغانیت دومره مقدس ده چې هره بدبوینه، ناولي، کثیفه خلو د غونو مس اخیستی. دلته یادونه وشي چې ملا هیبت الله خان، هغه تاسې د شیخ امیر المؤمنین ملا هیبت الله خان وینا وګورئ، په هغه باندې فکر وکړئ. ګوري تعصب ډېر بد ده، تعصب د عقل او د غوږونو سترګې رقوي. همدا منافقین وو چې تعصب یې کول او اسلام یې نه منل، همدا متعصبین وو چې هغه د انسانیت خلاف باندې وکړه. بحث دا ده چې افغانیت او اسلامیت دواړه د افغانستان د تعریف، د افغانستان د ثبات اساسي بحثونه دي. څوک که په اسلامیت او افغانیت باور من نه وي، هغو سره زه حکومت جوړ نه جوړوم. چې یوازې زه په دې جغرافیه کې ژوندی یم، دوی به همدغه خوبونه ګور ته وړي. چې یوازې زه د یو افغان په توګه، البته زه بدخشانی افغان بولم، زه ازاره افغان، د دوی د دغه پاشستانو، د دغه پریزمدک د لالویانو له تجارت څخه راباسم. دوی د شیه په نامه به دوی تجارت وکول، دوی د قوم په نامه تجارت وکول. اوس هم ازاره افغان چې د افغانستان ویاړ ده، موږ اصفهان د ازاره افغان قربان نیولی، اصفهان شاه محمود هوتک نه ده نیولی، هغه د ازاره افغان قربان نیولی. دوم او دریم افغان انګلیش جګړه، اول افغان انګلیش جګړه تاجکانو، ازبکانو او د افغانستان ټول قومونه ګټل ده. روسانو ته افغانانو د افغاني وحدت او افغاني ملت پالنې په اساس باندې درس ورکړی، عبرت ورکړی، ځغلولی دي. نو ایران پرته له طالبه، زه د یو افغان په توګه چې د ټول افغانستان له واخانه تر بدخش، تر هلمند، تر ماجه، له هلمند ماجه د مرکزي افغانستان تر منځه، په دې افغانستان باور لرم ټول افغانان موجود دي. په کابینه کې نه یوازې قومونه ونډه غواړو، بلکې د ټولو افغانانو غوښنه غونډه غواړو. استاد اشاره وکړه چې
اکادمیک شخصیتونه، علمی شخصیتونه، دا د افغانستان پانګه ده، شتمنۍ ده، دوی باید په کابینه کې ونډه ورکړل شي، دوی باید په ټولو سکتو ځواکونو کې امیدوارم سم کې انشاءالله آقای جامع، ولی تا حالا نشده ای کار. اتیا سلنه د اوسنی نظام زیر مجموعه شاید ولی در رهبری افغانان د ګوره هډی زیات امتیازان اخلي. زه په دې باور یم چې د گذار په مرحله کې به قدرت داسې ترسیمی چې ټول افغانان به لکه څنګه اوس ځان وګوري دا بلاغه نکېږي. خو افغانستانیان بدلنه دلته حکومت کولی شي چې طالب یې پرېږدي، زه یې نه پرېږدم. وخت دیگر را میگیرین آقای جان، وګونه مو درته نیولید، وخت دیگر را میگیرین آقای اکبری. پاکستان به باور شما امارت اسلامی را در بازگشت دوباره حمایت کرده که حال هشدار میده که علنی از ما انتقاد نکنین، یا بازی های سیاسی است که آقای جمعه به او اشاره کرد؟ ما فکر میکنم که پاکستانیا در 20 سال پسین نقش محوری داشتن در افغانستان، در این جای شکی نیست که در حکومت قبلی هم پاکستانیا دست باز داشتن در افغانستان، سفارت داشتن، سفیر داشتن. شما دیدین که چند روز قبل هم سفیر پاکستان صحبتی داشتن که ما از افغانستان یک خاطره خوش داشتیم. خاطره زوایی است که اونا هم نقش وزیر خارجه ایفا میکردن و هم نقش یک سفیر در تمام معادلاتی که در حکومت فعلی بود، در حکومت قبلی بود، اینا خودش شریک میدونستن. و در گذشته هم زمانی که امارت اسلامی با حکومت قبلی در جدال بود، زخمی های امارت اسلامی عملا در پاکستان تداوی میشد. این جای شکی نیست که تا خود آقای ملا برادر هم صحبت داشتن و سخنگوی امارت اسلامی گفت ما آمدیم زخمی های ما در پاکستان تداوی میشد. پاکستانیا از اینکه پس از اینکه عمران خان از کرسی نخست وزیری کنار زده شد خان پاکستان، پاکستانیا یک بارگی نقشه رایشان نسبت به افغانستان و نسبت به امارت اسلامی تغییر کرد. شما دیدین که خان پاکستان زمانی که سفری داشت به مسکو به یک بارگی ای متنفر قرار گرفت نزد آمریکایی‌ها. آمریکایی‌ها آمدن عملا یک شخص دیگه را آوردن به عیسی عمران خان رو انتخاب کردن و سیاست خارجی پاکستان نسبت به افغانستان اندکی تغییر کرد. در گذشته خوب یک روابط حسنه برقرار بود. شما دیدین که حتی رئیس امنیت ملی پاکستان به افغانستان آمد، مشاورین شورای امنیت ملی پاکستان به افغانستان آمد، صحبتایی داشتن با امارت اسلامی، ولی به یک بارگی اینا تغییر کردن. پاکستانیا همیشه منافع محور حرکت میکنن، هر ازگاهی که دیدن منافعشان در معرض خطر قرار میگیرن اونا خود به دامن دیگران مینداختن. فعلا آمریکایی‌ها منافع ببخشید پاکستانی‌ها منافع آمریکا را تمثیل میکنن در پاکستان. هر ازگاهی اگر شما دیدین که در گذشته هم صحبتی داشت آقای بایدن که اگر قرار باشه ما میتونیم که از طریق پاکستان وارد افغانستان شویم، از طریق حریم هوایی پاکستان ما به حریم هوایی افغانستان بیم، و این خودش این رو وادار میسازه که پاکستانی ها تلاش میکنن که سیاست محور حرکت کنن و هر از گاهی که سیاستشان در مرز خطر قرار گرفت جهت خود تغییر میدن. فعلا منافع آمریکا را عملا پاکستانی ها تمثیل میکنن، چی در درون افغانستان و چی در خود پاکستان. و شما دیدین که پس از فروپاشی نظام عمران خان از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ اجتماعی فرهنگی یک مقدار پاکستان فروپاش شد و نظام هزم پاشید. حتی متحدین عمران خان در برابر نظام استادگی کرد، اینا شعار سر دادن که ما هستیم و ما از خاک پاکستان حراست میکنیم و نمیگذاریم که غربی ها بیان اینجا مداخله داشته باشند. و این وادار میسازه که پاکستانی ها هیچگاهی صادق در قبال افغانستان نبودن و هیچگاهی نخواستن که افغانستان از بدبختی، از ناچاری، از همین بدبختی که فعلا دامنگیر تک تک شهروند افغانستان شده ای بدر آید. و اونا همواره تلاش میکنن که سیاست خود را ببینن. در شرایط فعلی هم تلاش میکنن. شما دیدین که هر گزینه‌ای را که اونا رویدز گرفتن مورد واکنش امارات اسلامی قرار گرفت. همان طوری که اینا گفتن چندین سرباز ما در مرز کشته شد، آمدن عملا ولایات مشرقی افغانستان اینا هدف قرار دادن و توسط تیارهای بی سرنشین و توسط راکر پراگنیاشان. و این خودش باعث شد که یک مقدار امارات اسلامی درک کنه که اینا سیاست محور حرکت میکنن، اینا منافع محور حرکت میکنن، بیان که ما هم در برابر از یک واکنش داشته باشیم. و این خودش این روا داشت که پاکستانی ها تصمیم خود تاخیر بتن و اینا به خود به امارات اسلامی وادار بسازن که ما شما را کمک کردیم، ما شما را به اصطلاح تجهیز کردیم، ما شما را به اصطلاح فربه ساختیم. و ما امیدوار هستیم که با درک شرایط فعلی امارات اسلامی یک بار دیگه درک بکنه که هیچ وقتی کشورهایی که همسایه به افغانستان هستند، کشورهایی که ما از لحاظ تعلقات مذهبی، زبانی، لسانی با اونا فرهنگ مشترک داریم، همواره هیچ کاری نکردن با مردم افغانستان، چی در گذشته و چی در شرایط فعلی. اینا کوشش کنن که نقشه خودم مثلا مشخص بسازن و به اونا پیشکش کنن از پاکستان بخواین که شما با ما چی میخواین. اگر میخواین که سفارت داشته باشه سفارتتون باز است، اگر میخواین که معاملات تجارتی داشته باشین که با ما داد و ستد داشته باشین، ولی دست از مداخلات بردارین. راکت پراگنیایی که در جنوب افغانستان میشه و تومی
از این افراد و اشخاص بی دفاع میشه، شبنگام میاد مادر ما را از بین میبره و این موضوعات قابل قبول به ما نیست و این به اصطلاح تحملش سخت است. امیدوار هستم که یک پاسخ سخت و سنگین به پاکستان داده شود که دست از زمین مداخله افراد برداره. ممنون آقای افضلی. در جنبندی بسیار کوتاه، وقتی پاکستان میگه که ما خشمگین شده ایم از آنچه که امارات اسلامی به عنوان یک نگرانی یا شکایت علنی مطرح میکنه، ادامه وضعیت را چگونه تصور میکنین که اینجا بحران سرپرستی حاکم است، رابطه با کشورها خوب نیست و بالاخره چه کار باید انجام بده امارات اسلامی؟ کوتاه. فکر میکنم که پاکستان یک کشور قدرتمند است و در تحولات سیاسی افغانستان به شدت تاثیرگذار هست. در طول 40 سال با نخبگان سیاسی افغانستان در ارتباط بوده، بسیار از چهره های نظام موجود در پاکستان درس خوانده، در پاکستان بوده، در اینجا ملک داره، زندگی داره، تجارت داره و حتی شناخت کارت پاکستانی داره. به مو خاطر است که در طول 20 سال شما میدانیم که بسیار از رهبران سیاسی طالب در اینجا گزارش شده، در اینجا پرویش شده، در اینجا زندگی میکرده و امروز هم از یک سال به ایشو در بخش امنیتی، در بخش ساختارسازی، در بخش به اصطلاح تثبیت حکومت طالب در افغانستان، پاکستان به نهایت زحمت کشید. عمران خان با توجه به تعلقات قومی که با طالب ها داشت تلاش کرد تا این تثبیت قدرت در افغانستان به وجود بیاید، اجماع جهانی شکل بگیره. در دوران جدید با توجه به اینکه پاکستانی ها با مشکلات عدیده اقتصادی واجد و از طرف دیگر نمیخواهد که با چین و با آمریکا خود را درگیر بسازد، تلاش میکنه تا توازن سیاسی بین دو کشور را در نظر بگیره. گاهی با توجه به منافع ملی خود برای طالب ها یک دردسر هم میشه، خصوصا در مسائل امنیتی. پاکستانی ها تلاش میکنه اون استراتژی هندوها را در افغانستان از بین ببره، یک نظام به وجود بیاره، یک ساختار را در مناطق مشرقی و جنوبی بسازه که در اونجا هندوستان نتانه در تاثیر گذار باشه. ولی طالب ها فکر میکنم چند کار بنیادی را باید بر افغانستان انجام بده. اولین عنصر است که همونطوری که من اشاره کردم و به دوستای دیگه اشاره کرد، جناب آقای جامیر، گاهی مباحث در افغانستان بسیار پیچیده است. ما مردم افغانستان هستیم، با همدیگر باید صحبت بکنیم. ما نباید حکم ارتداد قتل همدیگر را صادر بکنیم و همدیگر را کافر بگوییم و همدیگر را جاسوس بگوییم. هیچ کدام ما جاسوس نیستیم، همه ما به افغانستان تعلق داریم. این ذهنیت باید به وجود بیاید که ما گفتمان محور پیش بریم، ما باید نقد بکنیم، ما باید یکدیگر را مورد نقد قرار بدیم تا دولت ما، تا نظام ما، تا ساختار ما منظم شود، ساختار ما باثبات شود، مداخله بیگانه در افغانستان کاهش پیدا کنه، موج عظیم از مهاجرین بی سرپناه و ممنون. بیچاره وقت تمام است آقای افضلی، کاهش پیدا کنه. ممنونتان، ممنون حضور شما مهمانان در این بحث. آقای قاضی نجیب الله جامعه آگاه مسائل سیاسی، آقای عبدالجبار اکبری فعال سیاسی و آقای مهدی افضلی استاد دانشگاه که از پاکستان با ما وصل بودند و ممنون شما بیننده ها که این برنامه آخر خط را صمیمانه دنبال کردین. وقتتان خوش، خدا نگهدار.